درود میفرستم به همه شما دوستان عزیز، برای اینکه بدونید دقیقا ساعت زنده برنامه های ما اینا چه ساعت هایی هست یا زمان هایی که میام در اینستاگرام دقیقا که مثلا یه زمانی فرصت میشه من سریع پیام میذارم میام در اینستاگرام، اگه بشه لایف میدم دوستان میارم بالا، همه اینا رو فقط در کانال تلگرام ما، کانال تلگرام ما رو اگر داشته باشید و نوتیفیکیشنش هم قطع نکرده باشید، به محضی که من چیزی میذارم اونجا برای شما میاد و خبرتون میکنه. برای همین شما اگه تلگرام منو داشته باشی، تلگرام رودست، کانال رودست، همه مسائل اونجا میتونید اخبار رو هم دقیق داشته باشید که دقیقا ما چیکار داریم میکنیم. زیاد هم اذیت نمیشید که مثلا بخواید مثلا نوتیفیکیشنش رو قطع نکنید، بخواید که من زیاد در تلگرام روزی 10 تا پست که نمیذارم، نهایتا روزی 3 تا 4 تا پست ما میذاریم و همش هم داریم یا برنامه هامون اونجا آپلود میکنیم یا اخبار این چنینی رو میدیم که دقیقا کار کی شروع میشه. بگذاریم وارد برنامه بشم. خب خبری که این چند روز خیلی سر صدا کرد، سخنان بسیار مهم آقای عبدالباری اطوان بود. آقای عبدالباری اطوان در حقیقت یکی از مفسران بسیار برجسته جهان عربه. ایشون در فلسطین به دنیا آمده ولی در مصر رو در انگلیس زندگی کرده، تحصیلاتش در مصر بوده، در انگلیس القدس العربی رو داشتن و ایشون جز نخستین افراد حداقل عرب زبان یا عربی هستش که توسط انجمن سلطنتی تلویزیون انگلستان جز کمیته داوران برگزیده شده و بسیار صحبت‌های ایشون در سطح جهانی خیلی تأثیر داره در رشته روزنامه نگاری و تحلیل و حتی ایشون استاد دانشگاه هم هستن. ایشون اومد در مورد اتفاقات منطقه و رفتارهای آمریکا صحبتهایی رو مطرح کرد که خب من یه افتخاری به خودمون توی برنامه رودست کردم، چون خیلی چیزایی که ما توی رودست تا به امروز گفتیم از زبان آقای عبدالباری اطوان اومد و طرح شد و این خب نشون میده عمق صحبتایی که ما تا الان توی رودست با دوستانمون بررسی کردیم، بیان کردیم، چقدر به حقایق منطقه نزدیکی که فردی برجسته چون آقای اطوان که در تمام رسانه‌های عربی از اصابت‌های ایشون همیشه بهره‌مند میشن، ایشون میاد اونا رو تکرار میکنه و به گونه دیگری هم حقایق منطقه رو باز میکنه. یک کوچولو هم ایشون البته پان عرب هست، اینم خواستم بهتون بگم که زیادم فکر نکنید عاشق چشم و ابرو ایرانی ها هست و اینا. صحبتاشو گوش کنیم که میدونم خیلیاتون گوش کردید ولی لازم بود ما تو رودست این صحبت‌ها رو بررسی کنیم و این صحبت‌ها رو گوش کنیم. اجازه بدید. بكم في هذا اللقاء الاسبوعي المتجدد مساء كل جمعه باذن الله. اليوم ليس هناك موضوع آخر ممكن نتحدث عنه غير موضوع خلیج. اینجا میگه خلیج ولی آخر برنامه مثلا از دهنش میپره میگه خلیج فارس و اینجا داره میخواد در مورد منطقه صحبت کنه و تنش بین ایران و آمریکا. موضوع التوتر الحالي في منطقه الخليج والشرق الاوسط برمتها، يعني بعد ارسال حاملات الطائرات والقاذفات بي 52 واللي هو السفن حامله صواريخ باتريوت، الان يعني مساله تنتظر اللي هو الشراره اللي يمكن تشعل الحرب. لكن الملاحظ في الايام الاخيره انه بدات حده الحرب يعني تتراجع شويه. ليش بدات تتراجع شويه؟ بدات تتراجع شويه لانه ايشون هم داره تکرار میکنه که تنش ها کمتر شد. یک چیزی هم بگم که خیلی خنده داره، بیچاره دلم واقعا برای این دوستان برانداز میسوزه که زیاد تو باغ نیستن، چون تقریبا 3 4 ساعت پیش آقای ترامپ در ژاپن اعلام کرد که حاضر با همین حاکمان فعلی جمهوری که الان هستن یعنی جمهوری اسلامی و آخوندها کنار بیاد و گفتش که ایران با همین حاکمان امروز هم میتونه بهترین درجات برسه. یعنی چی؟ یعنی این که تمام بحث آمریکایی‌ها اینه که هیچ وقت مشکل اینا با جمهوری، با ذات جمهوری اسلامی مشکلی نداشتن از نظر اندیشه های اسلامی. من بارها بهتون گفتم خیلی از این مؤسساتی که دارن اسلامگرایی میکنن و اسلامگرایی رو ترویج میدن در دل اروپا هستن. مشکل اینا با جمهوری اسلامی اون بخشی است که عزت طلبی ایرانی وجود داره، عزت طلبی و اقتداری که ایرانیان حاضر نیستن زیر یوغ کسی برن، وگرنه آمریکایی‌ها وقتی با خودشون میشینن فکر میکنن میگن جمهوری اسلامی از نظر قوانین اسلامی
که حالا حجاب و اینا این کارهای عقب افتاده‌ای که جمهوری اسلامی تا به امروز در این حوزه‌های اسلامی انجام میده، یا صحبت‌های کمیکی که بعضی وقتا در حوزه مذهب یا اندیشه‌های اسلامی از سوی خیلی از عزیزانی که حالا باورمند هستن میشنویم و خب جوانان ما رو محدود کردن، آمریکایی‌ها میگن جمهوری اسلامی هر چقدرم تو این باورهای عقب افتاده اسلامی تون رو باشه، به عربستان سعودی که نمیرسه وسط خیابون میاد گردن میزنه بعدم به صلیب میکشه. چطور ما با عربستان سعودی انقدر نزدیک هستیم که داریم بهشون سلاح، حتی سلاح هسته‌ای هم میخوایم بدیم؟ دعوای آقای ترامپ و آمریکایی‌ها از جنس اینه که ایرانی‌ها حالا در قالب اسلام شیعه یا غیره یک روحیه و یک ژن ژنتیکی، این بحث واقعا بحث ژنتیکی است، در ژن ایرانی این بحث مطرحه که حاضر نیست زیر یوغ کسی بره و اون عزت طلبی رو داره فریاد میزنه. و دیدید امروز آقای ترامپ در ژاپن ثابت کرد این حرفای ما رو که حاضره با جمهوری اسلامی کنار بیاد، مشکلی با اندیشه‌های جمهوری اسلامی نداره، با اندیشه‌های اسلامی جمهوری اسلامی. در حقیقت آقای ترامپ و دولت مردان و این حالا میگن جهانیان فلان از این غیره که 4-5 کشور گردن کلفتی هستن که مافیای بی‌نظمی جهان رو انداختن، اینا مشکلشون با ایران اونجاییه که چرا شما تو منطقه مثلا نقشای ما رو خراب میکنید، چرا در حوزه نفتی شما مثلا به ما باج نمیدید، اومدید مثلا ما می‌خواستیم بشار اسد رو برداریم همه رو، مثلا چرا شما تو این نظم نوین جهانی کوتاه نمیایید و لات بودن ما رو نمیایید سه بذارید؟ این دعواشون اینه. اینجا آقای اطوان به قشنگی داره مطرح میکنه که آره آمریکایی‌ها هی دارن شدت حملاتشون رو کم میکنن، چرا هی دارن کوتاه میان آمریکایی‌ها؟ حالا گوش کنید، ایرانیین میگه به دلیل اینه که ایرانی‌ها در مقابل تهدیدات آمریکایی‌ها کوتاه نیومدن. به درستی آقای اطوان داره اینجا اینو مطرح میکنه، یعنی لم يرضخوا للابتزاز الامریکي. مشكلة هذا ترامب انه اعتقد انه الايرانيين زي حلفاءه في منطقة الخليج وبالسعودية. كو خليج بازم، خليج فارس نگو. من برگشت الان میخوام بگم که مثلا یه خود چیزای عربی هم داره ایشون، و ایشون میگه که مشکل آقای ترامپ و اینا اینه که فکر میکنه ایران مثل همسایگانشه به هیچ عنوان. على وجه التحديد اعتقد ترامب انه اول ما يحرك حامل الطائرات واول ما يحرك اللي هي القاذفات B-52 اللي راحت على قاعدة العديد في قطر وشوية صواريخ باتريوت بدها تروح إيران تجري على البيت الأبيض، تقول لي يا أخي لا استنى شوية إحنا مستعدين زي الدول العربية بالضبط، إنه إحنا اللي بدك إياه إيش بدك؟ بدك نتفاوض على الاتفاق. میگه الان فکر میکنه الان مثلا این بمب افکنه B-52 اینا رو ببره. من اینو برای دوستان اینستاگرام هم میگم، میدونم شاید خیلی همه شما میدونم میبینید، ولی من باید اینو توضیح بدم که ایشون داره دقیقاً چی میگه. که میگه آره مثلا این تحصیلات آوا توی خواب مثلا توی شاخاب پارس، الان ایرانیا سری دست پاشونو گم میکنن، زنگ میزنن کاخ سفید میگن بیا مذاکره کن. میگه اینا رو خیال میکرد آقای ترامپ. بدك ندمر صواريخنا الفلسطينيه، مستعدين ندمرها، ايش بدك؟ الإيرانيين قالوا له فشرت، اللي بدك يا عمله هدد زي ما بدك، احنا ما حنخضع للابتزاز. خب ببین اینا دوستان عزیزان برانداز هم خیلی خوبه، چون اینا واقعا تو توام، یعنی واقعا شرم‌آوره که ما امروز فضای سیاسیمون اینقدر آدمای احمقی هستن، اینقدر بی سوادن. چه جوری اینا رو شما بی بی سی یا مهد کودک من و تو اینا روتون میشه با هم دیگه بشین این مزخرفاتو بگی؟ واقعا حقایق منطقه رو تو باق نیست. ببین چقدر قشنگ آیه اطمان داره تحلیل میکنه، میگه آره ایرانی ها بهش گفتن کور خوندی، جلوت هم وای میسیم، تهدید هم که کنی تهدید تا اینقدر تهدید بکن که تا جونت در بیاد در حقیقت. ولا حنخضع لتهديداته. میگه ایرانیا بهش گفتن هرچند میخوای تهدید کن ما زانو نخواهیم زد. راح الزلمه تفاجئ بعت لهم قال لهم والله بغرور وعنطزته هاد. میگه ترامپ هم تعجب کرد و در مقابل غرور و خود باوری آنها، منظورش ایران، انه احنا هاي رقم البيت الابيض. وقتی ایرانی‌ها رو دید انقدر محکم وایسادن، براشون نامه فرستاد، پیام داد که تو رو خود بهم زنگ بزنی. طلب تصلو فينا واحنا قالوا ايش رقم بيت انت ده بدك يا تعال اتصل فينا هاي رقمنا احنا تعال اتصل فينا هاي. ایرانی هم گفتن ما با تو کاری نداریم، تو اگر میخوای با ما کار داری خودت زنگ بزن. رقمنا احنا هذه يا اخي استحي على دمك، احنا ايران 8000 سنه قبل ما تكتب. میگه ایرانی ها محکم وایسادن بهش گفتن خجالت بکش، ما ایرانی ما هزاران سال قبل از اینکه آمریکا به وجود بیاد ما بودیم. شف امریکا انت. بعد میگه حالا تو مثلا منتظری که ما ایرانی ها بیایم دنبالت؟ بدك احنا نجري ورا؟ راح بعت لهم السفاره السويسريه اللي بترعى مصالح امريكا في طهران، قال لهم يا اخي هاي الرقم وصلوا لهم اياه. بعد دیگه داره داستان سفارت سوئیس رو تعریف میکنه که بله هو بده اياه يتصل فينا، شماره داده بود به سفارت سوئیس دیگه، بده يانا يتصل فينا احنا ما بنتصل فيه
احنا جاهزين، احنا اهل التحدي، احنا سنتصدى. والله لن علموا درس عمره ما سمعوا. يا شيخ رجال، والله العظيم احنا كنا رجال زي هيك. حالا در مورد ایرانی ها میگه، میگه ایرانی ها جلوش وایسادن و داره میگه به خدا اینها منظورش ایرانی هاست، مرد هستن، یعنی ایستادگی دارن میکنن. طیح حظا، والله كنا رجال، والله كان عندنا رجال. میگه ما هم قبل از این داستانا مانند اینا مرد بودیم، ما رو سرنگون کردن، به خدا ما هم مرد بودیم. والله كانوا يرعبوا امريكا ويرعبوا اسرائيل، لكن ايش بدنا نعمل؟ حظنا طاح، هي المشكله. طيب ايش اللي غير؟ ايش اللي غير ترامب وخلاه يستجدي الايرانيين للتفاوض؟ اللي خلاه امرين، حادثتين هجومين. الهجوم كان على طب داره حالا داستان فاجعه رو میگه، میگه ایران، میگه چی شد که ترامپ داره عقب نشینی میکنه، که داستان فاجعه رو داره میگه. همون چیزی که من بهتون گفتم که ایرانیا در فاجعه چه دمار از روزگار آمریکایی‌ها در آوردن و پیام فرستادن. في ميناء الفجيرة اربع ناقلات نفط في الفجيرة. طيب ايش الفجيرة؟ هذه الفجيرة لا تقع طبعا بإمارة من إمارات دولة الإمارات، وأنا والله زرتها وعملت فيها محاضرة في ناديها الثقافي، وكانت صغيرة. الآن يعني بعد ما عملوا اللي عملوها كأكبر ميناء لتمويل السفن، يعني من أهم الموانئ في المنطقة وفي العالم، أو ثاني أكبر ميناء في العالم. على أي حال الفجيرة تقع في خليج عمان. خلیج عمان یعنی دقیقا همون تحلیلی که ما سر فاجعه دادیم، که برای چی فاجعه را انداختن؟ که بیا تنگه هرمز دور بزن و از این حرف. بعید عن مضيق هرمز، الامارات عملت يعني خط انابيب من ابو ظبي الى الفجيره عشان تصدر حوالي 1,200,000 برميل يوميا، حتى لو اغلق مضيق هرمز انهم يكونوا صدر. این داستان خط لوله از ابو ظبي تا فجيره هست، يعني ربط زیاد به دبي نداره. ليشون میگه دبي نفطهم بعيد عنه. هذه مهم النقطه، انه خارج مضيق هرمز. الهجوم الثاني، الهجوم الثاني دومین مورد هم همون چیزی که من سری برنامه ساختم. یه عده واقعا الان خندش میگیره اینا. من یه امروز پستی رو دیدم از یکی از این براندازا، میگه اگه آمریکا به ایران حمله کنه من حاضرم در ارتش آمریکا هر کاری از دستم برمیاد، از مترجمی، از لوله کشی، از چه میدونم حمالی، چای ببری. به خدا همینجوری نوشته. شاید ثبت در تاریخ. یک بار اومدم این پلشت رو نشون دادم که چه اظهاراتی کرده، واقعا شرم‌آوره. و ایشون حالا اداره در مورد هفت پهپاد حوثی میگه، میگه دومین موردم حوثی ها بودن که زدن خط لوله نفت عربستان رو ترکوندن و یک پیام بزرگ رسوندن. سبع طائرات، طائرات بدون طیار مسیره حوثیه قطعت 1200 کیلومتر فی العمق السعودی ووصلت الى داوودیه ومحافظت عفیف وفجرت اللي هم مضختين للنفط على خط أنابيب البترولاين السعودي اللي بيمتد من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر. إيش معنى تفجير هذا الخط؟ تفجير هذا الخط، هذا الخط همون توضیحاتی که در مورد حوثی ها و عمل کردنشون و زدن خط لوله نفت شرق تا غرب عربستان که دریای خلیج فارس به دریای سرخ متصل میکنه رو آقای اطوان داره همه رو همونجوری میگه. اقامت السعودیه عام 1984 ایام حرب الناقلات. و این تفاوت که من گفتم حوثی ها تا عمق 800 کیلومتری نفوذ کردن و ایشون میگه 1200 کیلومتری، و من همون موقع هم گفتم که خیلی از خبرگزاری ها دارن میگن که حوثی ها تا عمق 1200 کیلومتری رفتم. مطمئن از اونجایی که اهل قلوف کردن و اینا نیستم، نمیخوام چیزی رو بزرگ کنم حالا، و همیشه تلاش میکنم دست کم و باز بیان بکنم. من توی برنامه هم گفتم 800 کیلومتر و همچنانم پای حرفم هستم، ولی خیلی از افراد چون آقای اطوان و خبرگزاری و حتی بی بی سی تا عمق 1200 کیلومتر گفتن. حالا 1200 کیلومتر که دیگه خیلی بدتر، یعنی ببینید چه عمق نفوذی ایران داره تا کجا. جرى تدمير حوالي 500 ناقلة وسفينة في الخليج، عملوا على أساس أنه يصدروا من خلاله 5 ملايين برميل نفط إلى البحر الأحمر، يعني بعيد عن مضيق هرمز وبعيد عن إيران. أبدا أجاك يا بلوط من يعرفك، عرفوا الحوثيين أرسلوا هالطائرات السبعة اللي كل واحدة بتكلف 300 دولار، يعني كلها نيجا پهپادهایی که بچه حوثی فرستادن هر کدومش تنها 300 دلاره. 200 دلار تخيلوا، يعني حتى هذا وكل صاروخ باتريوت امريكي قيمته 5 ملايين. نيجا ولی موشک‌های آمریکایی 4 تا 5 میلیون دلاره. دلار من 4 الى 5 ملايين دلار. شوف المعجزه. نيجا معجزه است.
میگه ایران، یعنی بچه حوثی نیروی نیابتی ایران با پهپادهای 300 دلاری پدر اینا دروردن در برابر مثلا بم افکن هایی که موشک هایی که اینا دارن هر کدوم 4-5 میلیون دلاره. یعنی اصلا با چه ارقامی ما این کارا رو کردیم؟ میگه معجزه است. حتی جنگ سوریه هم با اون بودجه نظامی که ایران داشت یک معجزه بود در برابر 120 کشوری که میگفتن یک صدا باید بشار اسد بره و ایران محکم وایساد. شوف الإرادة إيش بتعمل، يعني الرسالة من ضرب من خلال ضرب من اجازه بدید من یه دقیقه تصویرامو بردارم شما ببینید، شما اینو ببینید الفجيرة. و اللي هو الخط البترولاين هذا السعودي، الرسالة هي والله ما حنخليكم تصدروا برميل نفط واحد، بدكم تبعدوا عن مضيق هرمز جايين لكم وراكم حنروح لكم على خط الأنابيب، ومش حنمنع صادراتكم من البحر الأحمر وحنمنع صادراتكم من البحر العرب. همون حرفی که من زدم، یعنی اگر اینا بخوان جایگزین تنگه هرمز، خط لوله ابوظبی تا فجیره و خط لوله شرق تا غرب عربستان که خلیج فارس به دریای سرخ و متصل میکنه انجام بدن، ایران پیام فرستاد که فقط جنگ تو خلیج فارس نمیمونه، فقط هم بس تنگه هرمز نیست، کل منطقه رو اگر لازم بشه با گروه ها و دوستان و شعای دوستانمون که براستی تا دریای سرخ و مدیترانه میرسه همه جا رو به آتش خواهد کشید. و این الان آقای اطفان داره میگه ما بده يستمر، اما چه هیجانی میگه، چه هیجانی هم داره. بتوقف نفتنا بنوقف نفتكم، هذه هي الرساله. ابدا زي جبتوا برميل ثلج بديش اقول. میگه کار ایرانی به مانند این بود که یک بشکه یخ آوردن و آن را بر سر ترامپ خالی کردن. تعبیر ثاني ودرتو على راس ترامپ ابدا صار زي ديك المذبوح مش عارف. میگه به مانند خروس پر سر صدایی که سر بریده شده نمیدونه چیکار کنه. عارف انه الامور انه ایران مستعده للرد. ايش اللي حكوا؟ حكوا انه يعني قوارب خشبيه، لاحظوا خشبيه، قوارب خشبيه، لاحظوا خشبيه، نصبوا عليها الايرانيين صواريخ متوسطه او قصيره المدى. طار ضبان عقله ترامب، يعني هذه الصواريخ ابدا ناقلات النفط راحت، ناقلات حاملات الطائرات راحت، السفن نگه که دیترام دیمونه شده. میگن ایرانی ها یه سری قایق های چوبی دارن ولی میتونن روش یه سری موشک ها بزنن که ناف های ما رو مثلا نابود کنن. میگه ترام دیمونه شده از این قضیه. حربی راحت، ما في ابدا، ما في یمر حمینی. بدي اذكركم عام 2006 السيد حسن نصر الله وفي خطاب قال لهم هاي في فرقات عسكري اسرائيلي امام بيروت، الان انظروا اليها ستشوفوا. حالا لبنان اشاره میکنه در جنگ 33 روزه که یک ناو اسرائیلی که تو آبهای لبنان اومده بود و منهدم کرد، بعد از اون دیگه اسرائیلی هیچ ناوی را سمت آبهای لبنان نفرستاد. عجایب. و اطلق صاروخ لخنت دمر الفرقاطه العسكريه الاسرائيليه، من يومها ما في سفينه حربيه اسرائيليه دخلت المياه الاقليميه اللبنانيه ومرعوبين، والغى سلاح البحري الاسرائيلي كليا بصاروخ واحد من نوع لخنت. الان نفس السيناريو ممكن يتكرر. قال همون سيناريو تو خلیج فارس هم امکان داره که اگه یه ناو آمریکایی رو ایرانیا بزنن دیگه آمریکایی همه ناواشونو میبرن في الخليج. هذه هي المسألة الأساسية اللي في المنطقة، اللي في المنطقة. طيب السؤال هو هل يعني طيب هل إيران سيضرب؟ أنا في تقديري لا. ميجي حالا بس اینا ترامپ حمله میکنه، میگه نه تنها حمله نمیکنه چون ترسیده، لانه خايف ومرعوب وعارف انه الايراني حيتالم وهو هيك. میگه میدونه که اگه ایرانی‌ها رو اذیت کنه در مقابل او را اذیت خواهند کرد، یعنی آمریکایی‌ها رو اذیت میکنن ایرانی‌ها. الاسرائيليين اللي حرضوه وبولتون وكوشنر اللي هو صهره اللي بدي يعمل. میگه دامادش کوشنر هم که میخواست معامله قرن رو برپا کنه الان حسابی به مشکل خوردن. وبومبيو هؤلاء هم اللي بحرضوه. میگه همه اینایی که ترامپ اومدن تحریک کردن از پمپو تا بولتون و تا کوشنر دامادش همه الان خفه خون گرفتن به یه قولی. البته ایشون میگه الان همه ساکت هستن و حرفی نمیزنن. الان ساکتین ولا كلمه. يا اخواننا قاسم الحاج قاسم سليماني بديش اقول الجنرال موجود في لبنان وانا عندي بس میگه منابعی دارم سلیمانی هم بلند شده رفته حالا بعد با حسن نصر الله و نیروهای نیابتی ایران تو منطقه دیدارهایی داشته. انه موجود كان في لبنان والتقى السيد حسن نصر الله في جنوب في الضاحيه الجنوبيه والتقى ايضا ممثلين عن حركه حماس وعن حركه الجهاد الاسلامي وبعدها راح على العراق والتقى قاده الحشد الشعبي.
الان الامريكان مرعوبين ترامب ارسل بومبيو میگه امریکایی ترسیدند آقای پمپئو رو فرستادن العراق يقول لهم يا اخي في عرض الله وفرونا حمايه 6000 جندي امريكي العراقيا خواستن که برای 6000 سرباز آمریکایی امنیت تامین کنن الحشد الشعبي که 80 شعبی آنها را خواهند کش و 20 پایگاه آمریکایی را نابود خواهند کرد. سيقوم بقتلهم. یعنی اگه لازم بشه. القضاء عليهم والقضاء على 20 قاعده امریکیه. بدنا حمايه. مين بيقدر يحميه في العراق؟ مين بيقدر يحميه؟ طب الحشد الشعبي يعني اقوى من هم یکی میخواد الان از آمریکایی دفاع کنه توی عراق. هشتل شعبی از ارتش عراق هم قوی تره. 150000 تا نیروی هشتل شعبیه. جيش العراق عنده 150000 جندي. وخاضوا حرب شرسة ضد الدولة الإسلامية أو داعش ويعني معروفين ببأسهم الشديد طب هذولا يعني أصبحت الآن 6000 جندي أمريكي میگه میتوان گفت الان با این شرایط 6000 سرباز آمریکایی الان در گروگان هشتل شعبی هستن چون نمیتونن حرکتی هم بکنن بقدروش يتحركوا والله العظيم انه الان مفروض ایران و الحشد الشعبی و العراق میگه الان باید ایران و هشتل شعبی و عراق از آمریکایی‌ها برای هزینه حمایت از سربازهای آنها پول بگیرن یعنی بگیم که 6000 تا سرباز آمریکایی رو کار نداریم تو عراق باید پولش هم بدید طالب الامریکان انهم يطلبوا انهم يدفعوا ثمن حمايه لقواتهم في العراق مش هو بقول احنا بنحمي السعوديه واحنا حميناكم میگه من احترام نمیگه به عربستان نمیگه ما عزت داریم حمایت میکنیم حالا الان باید هم ایرانی‌ها مثلا اینو برگردن بهش احنا خليناكم تركبوا طيارات خاصه ولولانا بتستمروش 10 دقائق لولانا صار الخليج يحكي فارسي طب اوكي الان الامريكا الايرانيين والعراقيين والحشد الشعبي يقول لترامب انت لازم تدفع ثمن الحمايه لهذه القوات شوفوا كيف تغيرت شوف الرجوله كيف بتغير المعادله حالا دیگه داره میگه که ببینید مردانگی ایرانی‌ها چگونه معادله را تغییر داد ببینید حقیقت اینه حقایق منطقه رو تقریبا تمام آدمایی که سرشون میمونند آقای اطوان به تنشون میارزه ببینید شما در تحلیلگری این هزار بار حب و بغضتو نباید دخیل کنی من از یه سری چیزا متنفرم از یه سری چیزا هم خیلی خوشم میاد ولی وقتی اینجا برنامه میسازم اون چیزایی که خوشم میاد و بر اساس اون نمیام برنامه بسازم از چیزایی که برام میاد بر اساس اون این کارو نمی کنم اون چیزی که داره انجام میشه و واقعیاتی است و رئالیستی است که در فضای سیاسی داره رخ میده اونو میام تعریف میکنم خب آقای اطوان هم همینه اتفاقا ایشون هم یک کوچولو گفتم پان عرب هستش ولی میاد مسئله خیلی قشنگ داره مسئله منطقه رو میگه حالا با اون هیجاناتی هم که داره اینا که اونو بخوایم فاکتور بگیریم واقعا داره حقایق منطقه رو میگه اینو ما اگر مسئله منطقه رو اگر بدونیم اینقدر ما شاهد رشد قارچگونه که تحلیلگرای واقعا بی سواد بی هنر در مثلا فضای رسانه های جریان اصلی فارسی زبان غربی نخواهیم بود ببینید دارن رسما خیلی ها مزخرف میگن ولی همین دوستان سطح فکری رو باید ببریم بالا مسئله منطقه رو درست بررسی کنیم اتفاقاتی که افتاده رو باز من یک برنامه در دو سه هفته آینده خواهم ساخت که چگونه ایران توانست در این اتفاقات دو هفته گذشته بسیار مسائل مهمی بود و واقعا دو هفته‌ای که گذشت از زمانی که آمریکا شروع کرد گفت ناو ابراهام لینکن رو دارم میفرستم تو منطقه و تا به امروز که آقای ترامپ میگه که ایران با همین رهبران فعلیش هم میتونه کشور بزرگی باشه البته آقای ترامپ خبر نداره ایران کشور بزرگی هست با هر کسی اصلا نیاز نداره که یک آدم قماربازی همچون آقای ترامپ بخواد مثلا به ما بگه ایران میتواند کشور بزرگی باشد یا نه ما کشور بزرگی هستیم تو برو کلاه خودتو صفر بگیر باد نبره که با زور چسب فدرالیست و این همه کشتار رو بکش بکش 230 سال اینا شما کشور اومدید تأسیس کردید که فقط 16 سالش تو صلحید ما بقیش داشتید با همه دنیا می جنگیدید اونم با کیا می جنگیدید با کسایی می جنگیدید که بسیار ضعیف بودن همچون عراق و افغانستان و ویتنام و غیره و همچنین یعنی یعنی اینا واقعا ضعیف کشی است آمریکا در عرصه ما زمان هخامنشیان اگر جنگی میکردیم یا در زمان ساسانیان ما در زمان هخامنشی با یونان میجنگیدیم در زمان ساسانیان ما حریف روم بودیم پدر قیصرهای روم رو درآورده بودیم شما یعنی اون زمانی که ما آوازه امپراتوری بر جهان داشتیم با این قدرت ها میجنگیدیم تو چه کار کردی آخه ببخشید حمله به عراق و افغانستان تازه اونجا هم که یعنی به اهدافت که نرسیدی یه مسئله اینا من بگم خیلی ها من چون برنامه ساختم که اگه جنگ بشه ایران علم میکنه بل میکنه
یه سری از عزیزانی که واقعا مسائل خیلی سطحی میبینن برگشتن گفتن آها یعنی دست عربا کج و فلان و اینا دست بستن که شما برید مثلا با 100 تا موشک بالستیک این کشورها رو نابود بکنید و این کارا رو بکنید و اینها کاری نکنن. مثل که عزیزان اصلا توی باغ نیستن. وقتی که ما میگیم آمریکایی‌ها رو شکست میدیم یعنی چی؟ ما که ادعا نکردیم حمله میکنیم آمریکا. ما اگر چنین گزافه‌ای رو بگیم اون زمان شما باید بگید که آقا یعنی آمریکایی‌ها دست بستن، شما حمله کنید کشور آمریکا رو مثلا تسخیر کنید، آمریکایی‌ها کاری نکنن. ایران که همچین ادعایی نکرده، یا ما در برنامه‌ای رو دست که چنین حرفی رو نزدیم. بحث اینجاست که آمریکا میگه من قلدر هستم، من فلان میکنم، ناورا میندازم میگیرم، اون میخواد حمله کنه، ما داریم میگه آقا اگه اون حمله کنه به اهدافش نخواهد رسید و شکست میخوره. این به این منزله نیستش که نه اونها هیچ کاری نمیکنن، هیچ سربازی از ما نمیکشن، هیچ کدوم از مثلا تاسیسات نظامی ما رو نابود نمیکنن. میکنن، به اهدافشون نمیرسه، نخواهند رسید و هزینه خیلی گزافی خواهند داد که در نتیجه میشه ایران برنده است. چرا؟ چون هدف چیز، آمریکا وقتی حمله کنه هدف اینه که ایرانو مثلا بخواد ضعیف کنه یا ایرانو تسخیر کنه و جمهوری اسلامی رو ورداره و یه تاسیسات ما رو کلا نابود کنه. دارم میگم اگر حمله کنه با توجه به این قدرتی که ما امروز داریم، نه تنها آمریکا به اهدافش نمیرسه، یکی بزنه 10 تا میخوره، مطمئنا اون 100 تا ما رو خواهد زد. یعنی مطمئن باشید با شرایط منطقه هزاران بار تو گوشش خواهد خورد و در نهایت وقتی که نتونه به اهدافش برسه کی شکست خورده؟ اونا. حالا اگه ما لشکر کشی کنیم تا آبهای آمریکا و مدعی بشیم میخوایم مثلا آمریکا رو تسخیر کنیم، اون وقت شما میتونید بیاید منو مسخره کنید، ولی الان اونا مدعی شدن و هیچ وقت به هدفشون نخواهند رسید. ببینید دوران این داستانها گذشت که اینها میومدن از خلیج فارس سر خرشون رو ببخشید اینجوری میگم کج میکنن، وارد مملکت ما میشدن و ارتش ما خب ضعیف بود. حالا درسته برادران بایاندوری بودن، یه سری رشادت ها به خرج داده میشد، ولی ارتش ما در کل شکست میخورد. دوران اون دوران ها، دوران رضا شاه و محمد رضا شاه که اینها بخوان تسلط داشته باشن به خلیج فارس گذشته. دوران جنگ جهانی دوم که اینگونه خیانت بکنن و از شمال و جنوب کشورمون وارد کشورمون بشن و شوربختانه ارتش شاهنشاه رضا شاه بزرگ نتونه مقاومت بکنه گذشته و ما الان تو اون دوران نیستیم. برای همین میگم این قدرت نظامی فعلی که ما داریم واقعا ارزش اینو داره که هر ایرانی در این قدرت نظامی که جمهوری اسلامی به ارمغان برای ما آورد جانشو بده، حتی با تمام اختلافات عقیدتی که داره. دوران این داستان ها گذشته، بنابراین برای همینه میگم آمریکا شکست خواهد خورد. شکست خواهد خورد یعنی چی؟ یعنی شما وقتی به جایی میخوای حمله کنی اهدافی رو داری دیگه، به این اهداف نخواهد رسید عزیزان. و کسایی که دلخوش هستن، ترامپیست هایی که در اپوزیسیون و وای به روزی که این ترامپ بره، شما همتون ازتون سند مدرک جمع کردم چه چماقی بکنم تو سر خیلیاتون بزنم و شماها خواهید دید که زمان بخوره تمام حرفای ما درست در خواهد آمد و ایران پیروز اصلی این داستان است. و البته میگم اون روز یک کسی کامنت گذاشته بود و خب معلوم بود فرد با مطالعه‌ای هست، گفت من نمیدونم امید تو حرفایی که داری میزنی من چرا انقدر ذوق میکنم، حرفات خیلی حرفای معمولی است که هر کی دو تا کتاب خونده باشه میفهمه که داری چی میگی و حرف شاقی نمیزنی که من انقدر ذوق میکنم، ولی انقدر مر این تحلیلگرهای بی بی سی و غیره در این اپوزیسیون و فعالینی که الان جوی که درست کردن در جامعه ما، چه جامعه دانشگاهی های ما چقدر عقب افتاده تر از مردم معمولی، مردم معمولی ما چقدر از نظر سیاسی عقب افتاده تر از دوران قاجار شدن. میگه جوی که درست کردن انقدر دارن مزخرف تولید میکنن که حرفای معمولی تو تو این شرایط برای من شده مثلا سخنی مثلا یه نخبه، در حالی که صحبتای من صحبتای یک نخبه نیست، صحبتای خیلی معمولیه. این داستان ما نیستیم که خیلی خوبیم، بقیه این تحلیلگران که خیلی دارن چرن میگن. من واقعا ادعایی ندارم حرفای من، واقعا خودم موندم چجوری این حرفای ساده منو بعضی مثلا میان چیز میکنن، براشون عجیب و غریبه. پس بنابراین ما خیلی حرف خیلی عجیبی نمیزنیم، بقیه دارن چرن میگن. به هر حال سپاسگزارم، خیلی ممنون که این بخش برنامه رو توجه کردید. زمان میخوره همه چی ثابت خواهد شد، همونطوری که سر داستان بشار اسد از سال 2011 محکم وایسادم
و در خیلی از جاها حتی مقاله دارم در این حوزه و گفتیم که آقا جان بشار اسد باقی میماند و در همان زمان همه اینها تحلیلگران میگفتن کار بشار اسد تمومه، بشار اسد باقی مون و الان دست شورشی ها فقط یه شهر ادلب. این شورشی های کرد هم بالاخره خودشون میان دو دستی، همونطوری که ترکیه یه خورده تهدیدشون کرد، همین عزیزان پانکورد شمال سوریه، شمال شرقی سوریه اومدن افتادن به دست و پای ارتش بشار اسد، تمام خاکهایی که گرفتن خودشون دو دستی تقدیم خواهند کرد. یه عده فقط شورشی تروریست در شهر ادلب هستن که ترکیه داره حمایتشون میکنه، ولی همین شورشی ها فیلمش در اومد، میخواستن بلندشن یواشکی بعضیشون برن ترکیه، سربازای ترک گرفتن اینا رو به شدت کتک زدن، تحقیرشون کردن، به زن و بچه‌شون تجاوز کردن، گفتن برگردید تو همون ادلب بمونید، ما از شما حمایت میکنیم فقط تو ادلب، وگرنه خاک ترکیه جایی نیستش که تروریست بخواد مثلا واردش بشه. و اینم جواب کسایی که به کشورشون خیانت کردن، به نه تنها کشورشون، به امنیت ملیشون و خیلی مسائل خیانت کردن، این اتفاقات افتاد. ببینید عزیزان، این نکته رو من بگم، من درد خیلی ها رو میفهمم و باید اینم یه پرانتزی باز کنم، دیدم بی بی سی شوهر خانم مهناز افشار رو برده 10 دقیقه باش مصاحبه کرده و در حقیقت یک برنامه تبرئه وی بود و دیدم مجری چقدر باش مهربانانه داره گفتگو میکنه، مجری بی بی سی، و پرسش های آنچنان چالشی نمیکرد، پرسش رو میکرد و اجازه میداد که طرف کاملا همه اینا رو ماسمالی کنه. شرایط سیاسی مملکتمون رو من درک میکنم که نمیخوایم بفهمیم، خیلی ها دارن لجبازی میکنن مردم. ببین جنگ سوریه اینجوری نبود که همه تروریست باشن، یه عده تروریست فتنه‌گر اونجا کارشون رو شروع کردن و مردم سوریه نخواستن اینو بفهمن، مردم سوریه نخواستن اینو بفهمن، بر طبل تفرقه کوبیدن و خودشون دودش رفت تو چشم اول از همه خود مردم سوریه. در شهر حلب خیلی از این مردم سوریه اومدن تو خیابون به تحریک فتنه‌گرها شعار مرگ بر بشار اسد سر دادن. بعد از این همه سال کشتاری که انجام شد و اتفاقاتی افتاد، حلب که آزاد شد، وقتی که ارتش بشار اسد وارد ارتش ملی سوریه که حامی بشار اسد وارد خاک حلب شد، همون مردمی که مرگ بر بشار اسد میگفتن اومدن استقبال این ارتش. ما یک سری چیزها رو همیشه باید دیر بفهمیم، ما انسان اصلا اصولا همینا، هممونم مشکل از هممونم هست، دوست داریم خودمون تجربه کنیم، از تجارب دیگران استفاده نمی کنیم، نمی بینیم در عراق و افغانستان چه اتفاقی افتاده، تا صحبت می کنیم یه ده عقب افتاده که در همین کشورهای اروپایی بدترین شغلا رو دارن، چون عموما اونایی که در اروپا به هیچ جا نرسیدن اونها تبلیغ اروپا رو می کنن. و برای من یه نکته‌ای که خیلی جالب بود، مثلا من میام حقایق کشور سوئد رو میگم، بعضی وقتا مشاهده میکنم بعضی از اینایی که در سوئد حسن میان مخالفت میکنن و دفاع میکنن مثلا و علیه صحبتهای من در مورد کشورهای سوئد و اسکاندیناوی و سبک زندگی، من علیه کشور که صحبتی ندارم، مثلا سبک زندگیست، میان علیه صحبتهای من حرفایی رو میزنن، فکر میکنن میخوان حال من رو بگیرن. من نمیفهمم، تو داری به خودت ضربه میزنی بدبخت، تو داری نمیفهمی داری چی میگی، خودت داری توی این کشورهای اروپایی. ببینید شما، یه پیشنهادی میدم به خیلی ها، کسایی که 20 سال در کشورهای اسکاندیناوی موندن و برید باهاشون صحبت کنید، اصلا طرف تعریف هم بکنه اوکی، یا فقط به طرز برخوردشون، رفتارشون، تیکای عصبی که گرفتن نگاه کنید، بعد میفهمید که سیستمی که الان در کشورهای غربی وجود داره، خیلی ها اینا رو نمیفهمن، به ویژه حالا کشورهای اسکاندیناوی که مضاعف میکنه به هزاران دلیل که ته داستان گلوبالیسته، طرف میاد از سوئد هم تعریف میکنه، ولی وقتی نگاه میکنه برای 2 دهه که اینجا زندگی کرده، تیکای عصبی کلن داغون، بعد یه عده میان تعریف میکنن. و خیلی برام جالبه، هر کسی که در اروپا، آمریکا به هیچ جا نرسیده دفاع میکنه، و تمام اونایی که به یک جایی رسیدن که امروز اسپانسرهای مالی برنامه منن، همشون منتقد هستن و میدونن چه اتفاقی داره میفته، میدونن که در سیستمهای غربی رسما اومدن یک بردهداری سپید را انداختن. بگذاریم، این صحبت ها خیلی زیاده، من فقط میخوام بگم که آقا کشورتون رو قدرش رو بدونید، مشکلات رو باید داخلی حل کنید. این حقایق منطقه است، حداقل به خاطر این اقتدار این 2 هفته گذشته عزت ایرانی جماعت بود که ایران محکم وایساد و امروز ترامپ که داره عقب نشینی میکنه. این مسائل رو نگاه کنیم و مشکلاتمون رو یک بار در این 200 سال اجازه بدید تو خودمون حل کنیم دیگه. ما تو این 200 سال گذشته
گذشته مشکلاتمون رو خواستیم با هارت و پورت و انقلاب کردن، یا مثل اون عقب افتاده ها در سال 57 ریختن تک کف خیابون مرگ بر شاه گفتن، الان هم یه عده دیگه میخوان همون کارو کنن، مرگ بر خامنه ای بگن. و اون زمانم حامیان خمینی کمک گرفتن از خارجی و نذاشتن که مسائل رو تو خودمون حل کنیم. الان هم همینه، اپوزیسیون داره کمک میگیره از خارجی و جفت این دو دستن با حال. وقتی که میگیم الان شما اپوزیسیون دارید از خارجی ها کمک میگیرید، اینا منکر میشن، ولی کمک هایی که آقایین انقلابیون 57 از خارجی ها گرفتن قشنگ میدونن، سند هم ارائه میدن، پس شما میفهمید، بلدید، با سند آشناییت دارید، میدونید که پس گرفتن پول از خارجی. مطمئن خودتونه چرا نمیبینید، من نمیبینم، نمیدونم. و انقلابیون 57 هم همینن قشنگ. الان میبینم این بچه حزب الله یا میان چرا قشنگ و تمیز و شیک و مجلسی سند ارائه میدن که اپوزیسیون در حال حاضر داره با اسرائیل و آمریکا کار میکنه، لعنت بر منکرش. منتها در مورد انقلاب 57 که صحبت میکنیم، یه دفعه من چرا اینا سندشون چی میشه، نم میکشه دیگه، سند ارائه نمیدن، میگن نه ما کلا تافته جدا بافته بودیم، امام خمینی ما چیز کرد و مردمی ریختیم تو خیابون، شاه هم فرار کرد به همین سادگی. تازه سند هم برای ما بعد میان جعل میکنن که آی خمینی رو میخواستن تو فرانسه چند بار ترور کنن. این دعواهای لحاف ملاییست دیگه، و باید اینها رو بفهمیم و قدر کشورمون رو بدونیم که آقا نه، مسئله رو یه بار بذارید در داخل خودمون حل کنیم و این خارجی ها زیاد دخالت نکنن. در این حوزه میتونم واقعا استانداردهای دوگانه ده ها مورد میتونم بگم که بیخیال میشم، چون بقیهش دیگه میزنه به مذهب و اینا، دیگه ادامه ندیم بهتره. قربونتون برم، این بخش برنامه رو میبندیم. صحبت های آقای اطوان واقعا صحبت های مهمیه، تلاش کنیم دست به دست هم بدیم این پختگی سیاسی رو بیشتر بکنیم و بدونیم به قول سوئدیا میدان جنگمون کجاست، اونجا شمشیر بزنیم. ما ایرانی ها عموما میدان های جنگمون رو نمیشناسیم، فقط شمشیر رو برمیداریم و هر جا دلمون بخواد این شمشیر رو به کار میبریم. ببخشید زیاده گویی نمی کنم. پاینده ایران، بدرود.